دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. من بهتون قول داده بودم که یه ویدیوی درست بکنم و توی این ویدیو بیام همه چیز رو در مورد تحصیل کردن در دانشگاه در رشته زبان فرانسه رو بهتون بگم و اگر هم که یادتون باشه یه استوری گذاشتم که شما همه سوالاتتون رو اونجا بپرسین که من توی این ویدیو به همه سوالاتون جواب بدم. خب قبل از اینکه من برم سوالای شما رو بخونم، میخوام که بیام کامل توضیح بدم که جریان زندگی خودم و اینکه توی این مسیر افتادم به چه شکل بود. من زمانی که دبیرستان بودم و راهنمایی بودم خیلی زبان انگلیسیم خوب بود، ولی دیگه نمیخواستم انگلیسی رو بخونم و خیلی خیلی علاقه داشتم که برم سراغ فرانسه. البته من توی دبیرستان رشتم ریاضی بود، کنکور زبان هم دادم. من توی کنکور زبان انگلیسی شرکت کردم. کنکوری که من دادم کنکور زبان انگلیسی بود، دفترچه اختصاصی من دفترچه زبان انگلیسی بود. این شد که از بین دانشگاه‌های تهران من دانشگاه الزهرا رو قبول شدم. دانشگاه الزهرا یه دانشگاه تک جنسیتیه. سطح خود دانشگاه میتونم بگم نسبتاً خوب بود و در کل من از 1 تا 10 به دانشگاه الزهرا 6 میدم. و اینو هم بدونید که شما اگر که هیچی زبان فرانسه بلد نباشید هیچ اشکالی نداره، بر اساس رتبه‌ای که شما دارین و بر اساس نوع انتخاب رشتهتون میتونید هر زبانی رو انتخاب بکنید. شما کنکور زبان انگلیسی میدین، میتونید برید آلمانی بخونید، میتونید برید زبان فکر میکنم بتونید برید زبان اردو رو بخونید، زبان فرانسه رو بخونید، اصلا هر زبانی، چینی، هر چی که فکرشو بکنید میتونید برید تو دانشگاه بخونید و این اصلا ربطی به اون کنکوری که شما میدید نداره. وقتی شما وارد دانشگاه میشید تو مقطع کارشناسی، ترم اول یه واحدی دارید به اسم فرانسه مقدماتی. یعنی شما چه فرانسه بلد باشید چه فرانسه بلد نباشید سر اون کلاسید، یعنی ترم اول باید اون کوه رو، اون کورس رو بگذرونید. و زمان ما به این شکل بود که اگر ما اون امتحان رو زیر 14 میشدیم دوباره باید میرفتیم خونه، دوباره سال بعد که این واحد برگزار میشد دوباره بیایم اینو بگذرونیم، که خب خیلی دردسر داشت و فکر میکنم که از گروه ما فقط 1-2 نفر نتونستن که این امتحانو پاس بکنن و همه پاسش کردن. و یه چیزی حدود 2 سال اول رو تقریبا تا نزدیکای ترم 4 شما فقط دارید فرانسه رو به صورت عمومی میخونید. بعد از اون دیگه حالا یه واحد خیلی مهمی دارید به اسم گرامر که فکر میکنم 8 واحده، یعنی توی چند ترم متوالی برگزار میشه. و بعد از اون دیگه تمامی درسایی که شما میخونید اختصاصی برای مترجمیه. و حالا اینجا باز بحث سلیقه پیش میاد. من خودم به شخصه اصلا نتونستم با رشته مترجم ارتباط برقرار بکنم، بخاطر اینکه احساس میکردم خیلی فارسیه. اونقدری که بچه های ادبیات توی این رشته توی زمان ما، ببینید بچه ها اینا همه نظرهای خود منه، به نظر من بچه هایی که اون تایم ادبیات خونده بودن خیلی سطح زبانیشون از ما قوی تر بود و به هر حال من نتونستم به ایشون با مترجمی ارتباط برقرار کنم. این شد که دیگه سال آخر که شروع شد، یعنی ترم 7 که شروع شد، من شروع کردم خودم به صورت جداگونه شروع کردم به مطالعه ادبیات فرانسه. زبان فرانسه اگر که شما بخواید که آموزش بخونید حتما باید کنکور ادبیات بدید. اینو هم بدونید که آموزش فقط و فقط از کارشناسی ارشد به بعد هست، یعنی شما در کارشناسی نمیتونید آموزش بکنید، اصلا همچین چیزی وجود نداره. کنکور ادبیات رو دادم و شکر خدای مهربان دانشگاه تهران آموزش قبول شدم. حالا میخوام برم سوالات شما رو جواب بدم. یه نفر نوشته برای تدریس آموزشگاه بخونیم بهتره یا دانشگاه حتما بریم؟ به قدری این سوال مهمه که من اولین سوالیه که میخوام بهش جواب بدم. ببینید بچه ها، یه تفکر بسیار اشتباهی که در ایران وجود داره فقط و فقط هم توی ایرانه، اونم اینه که ما فکر میکنیم اگر من صرفا زبان فرانسه بلدم، من اگر صرفا زبان انگلیسی بلدم باید برم درس بدم، در صورتی که هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست. به خاطر اینکه توی کشور فرانسه هیچ کس بدون دانش
آموزش اصلا نمیتونه درس بده، ولی متاسفانه توی ایران همچین چیزی نیست و هر کسی که خب حالا صرفا فرانسه رفته، از بچگی فرانسه بوده یا فرانسه تحصیل کرده و یا ادبیات خونده، مترجمی خونده، همه این افراد خیلی راحت بدون هیچ حالا دوره‌ای بگذرونن میرن فرانسه درس میدن و خدا میدونه که چه بلایی سر زبان آموز میارن. اینو بدونید که اگر که شما میخواید آموزش بدید زبان فرانسه رو، علاوه حالا چه بخواید توی دانشگاه بخونید چه توی آموزشگاه بخونید، حتما و حتما حداقل یک سال باید تحت آموزش باشید که من چطور آموزش بدم. نه، شما باید بارها مورد آموزش قرار بگیرید، بارها باید جلوی افراد مختلف شروع کنید درس دادن، جزء به جزء مراحل و مرحله هایی رو که شما درس میدید باید مورد آزمایش افراد متخصص قرار بگیره که به شما اجازه بدن آیا شما میتونید توانایی اینو دارید که درس بدید یا نه. ولی خب متاسفانه چنین چیزی اصلا تو ایران نیست، ولی من توصیه‌ام به شما اینه که اگر واقعا وجدانی دارید این کار رو نکنید و پیشنهاد من به شما اینه که برید توی دانشگاه، چون فکر نمی کنم توی ایران هیچ آموزشگاهی بتونه اینقدر با برنامه و منسجم واقعا مباحث مختلف زبان فرانسه رو به شما آموزش بده. و به خاطر همین من فکر می کنم اگر که شما از طریق دانشگاه اقدام بکنید، یعنی برید کارشناسی زبان فرانسه رو بخونید، بعد کنکور ارشد بدید، برید اونجا آموزش بخونید و بعد دیگه خیالتون راحته، وجدانتون آسوده است که من تحت تعلیم بودم و الان توانایی آموزش رو دارم. یه سوال خیلی مهم دیگه که پرسیده بودین اینه که با مدرک کارشناسی مهندسی همیشه وارد ارشد زبان فرانسه شد؟ بله حتما، اصلا هیچ ربطی نداره که شما توی کارشناسیتون چی خوندین. فقط چیزی که خیلی مهمه اینه که برای شرکت کردن در کنکور کارشناسی ارشد شما باید یه سطح زبان فرانسه خیلی خیلی خوب داشته باشید. یعنی شما علاوه بر این که فرانسه عمومی خیلی خوبی دارید، باید بلد باشید حالا یه سری مباحث مترجمی رو باید بلد باشید، چون یه سری سوال از مترجمی میاد توی دفترچه عمومی، گرامر هست، زبانشناسی هست، واژگان هست و حالا درست دقیق یادم نمیاد که چه چیزایی بود، همه اینها توی دفترچه عمومی هست که باید یه فرانسه خیلی خیلی خوب و عالی داشته باشید. این بازی یه طرف قضیه است. طرف دیگه یه قضیه ادبیاته که خودش یه قوله واقعا خیلی بزرگه که خیلی سخته و باز موفقیت در دفترچه اختصاصی باز منوط به اینه که شما یک سطح زبانی خیلی خوبی داشته باشید، چون شما باید کتاب لیتراتور ایتینرر رو بخونید، حالا یه سری منابع دیگه هست که همشون ادبیات فرانسه هستن. شما برای اینکه بتونید متونی که توی این کتاب‌ها هست رو متوجه بشید باید یه فرانسه خیلی خوبی داشته باشید. پس در درجه اول روی فرانسه‌تون خیلی کار بکنید و اصلا هیچ ربطی نداره که توی کارشناسی چی خوندین، مهم اینه که فرانسه خیلی عالی داشته باشید که بتونید از پس این دو تا قول بر بیاد. یه سوال دیگه این که مترجمی کاربردی تره یا ادبیات؟ خب این باز برمیگرده ته تهش دوباره به سلیقه و علایق شما. ولی اگر که یک درصد حتی قصد دارید که درس بدید، شک نکنید که باید برید آموزش. و برای اینکه برید آموزش بهتره که کارشناسیتون ادبیات باشه، چون کارتون راحت‌تره، یعنی لازم نیست تغییر رشته بدید، کارشناسیتون ادبیات باشه و کارشناسی ارشدتون آموزش. یه سوال خیلی مهم دیگه اینه که رتبه هایی که دانشگاه‌های مختلف میگیرن چجوریه؟ برای کارشناسی حالا من زیاد خبر ندارم، ولی یه چیز حدودی که میدونم اینه که برای اینکه شما زبان فرانسه رو توی دانشگاه تهران بخونید، دیگه حداقل رتبه زبانتون، زبان فرانسه‌تون فکر میکنم دیگه نهایتاً باید تا 200-300 باشه برای مقطع کارشناسی. و برای ارشد خود دانشگاه تهران رشته ما فکر میکنم تا رتبه 60 شما میتونید دانشگاه تهران آموزش قبول بشید، ولی تا رتبه 20
تا 25، حالا بستگی به اون سال ورودی اون افرادی که توی اون سال کنکور دادن داره، تا رتبه 25 فکر میکنم میتونید روزانه قبول بشید و دیگه تا رتبه 60 هم میتونید شبانه قبول بشید و ورودی هم که دانشگاه تهران میگیره 10 نفره. دانشگاه تربیت مدرس هم هست که آموزش میگیره برای مقطع کارشناسی ارشد، فکر میکنم کمتر از 10 نفر میگیره ولی اون دیگه شبانه نداره و همشون روزانه هستن که باید رتبه بهتری داشته باشید نسبت به دانشگاه تهران که بتونید تربیت مدرس قبول بشید. خب این که توی کنکور کارشناسی ارشد آیا مهمه که ما روی دفترچه عمومی تمرکز بکنیم یا روی دفترچه اختصاصی؟ گفتم دفترچه عمومی شامل فرانسه عمومی میشه. واقعا این چیزی نیست که شما بتونید بگید که خب من فقط روی عمومی کار میکنم روی اختصاصیم کار نمیکنم. نه، این اشتباهه. شما باید هر دو رو با هم بالا ببرید چون هر دو ضریب خیلی زیادی داره و هر کدومش رو شما نتونید خوب جواب بدید نمیتونید موفق باشید. ولی من یه درصد حدودی بهتون میگم. ببینید شما اگر که 30-40% بتونید فرانسه عمومی بزنید، 30-40% هم بتونید فرانسه اختصاصی بزنید، بدونید که موفقیتتون 100%. یعنی شما هر دانشگاهی که دلتون بخواد با همچین درصدایی میتونید قبول بشید. یه نفر دیگه پرسیده که من تبریز دانشجو هستم، تهران ارشد شهرهای دیگه بر میداره؟ بله، چرا بر نداره؟ شما اگر رتبتون خوب باشه چرا که نه، اتفاقا بر میداره، خوبم بر میداره. همه چیز در نهایت به تلاش شما و به رتبه که شما میگید بستگی داره و اصلا ربطی به این نداره که شما تو چه شهری هستید. خب من سعی کردم که توی این ویدیوی خیلی خیلی طولانی به بیشتر ابهامات شما جواب بدم. باز هم اگر سوالی دارید، باز هم اگر که فکر میکنید موردی رو من نگفتم یا جا مونده، حتما توی کامنت ها بنویسید که من دوباره همه اینها رو با هم جمعشون بکنم و دوباره یه ویدیوی دیگه درست بکنم. خیلی ممنونم از اینکه به حرفای من گوش دادین و خدا نگهدارتون.